اینجا نقطه صفر مرزی است، مرز ایران و عراق. 22 سال از خاموش شدن آتش جنگ در این مرز می گذرد. جایی که روزگاری شاهد ورود عراقی ها به خاک ایران بود و روزگاری شاهد گذر سربازان ایرانی به آن سوی. من تو جنوب عراق بودم، تو جزیره مجنون. در مقابلم اهواز قرار داشت. در اون شرایطی که جنگ شروع شد ما ساعت 1 شب اعزام شدیم به مرز. فکر میکنم استراتژی اصلی صدام رسیدن به هدف اصلیش بود و اون آسیب زدن و شکست نظامی ایران بود و همینطور مجبور کردن ایران به نشستن بر سر میز مذاکره. عراق 31 شهریور 1359 رسماً حمله سراسری به ایران را آغاز کرد. آن هم با ارتشی منسجم و با 230 هزار سرباز آموزش دیده و تجهیزات کامل. اما این طرف ارتش ایران بعد از سقوط شاه ساماندهی مناسبی نداشت. در روز اول عراق به حدود 10 پایگاه هوایی ایران حمله کرد تا قدرت مانور هوایی این کشور را از بین ببرد. حمله این ناموفق. اما پیشتر صدام حسین رئیس جمهوری وقت عراق برای حمله هوایی به جنوب ایران هم برنامه ریزی کرده بود. صدام می‌دانست از پایگاه‌های بغداد یا بصره نمی‌تواند به جنوب ایران دسترسی پیدا کند و پایگاه‌های آنجا را بزند. لازم بود هواپیماها جایی سوختگیری کنند. برای همین او با عمانی‌ها و اماراتی‌ها تماس گرفت. همینطور با سعودی‌ها و گفت که آماده می‌شود برای اینکه جنگ 6 روزه‌ای را آغاز کند. جنگی که خیلی زود تمام می‌شود و با آن رژیم انقلابی ایران را سرنگون می‌کند. اما برای این کار به پایگاه‌های هوایی آنها نیاز دارد. بعضی از آنها با این کار موافقت کردند و ما این موضوع را فقط 1 روز قبل از آن که صدام این کار را انجام دهد فهمیدیم. ما با عمان تماس گرفتیم و گفتیم باید این کار را متوقف کند. اما در صبح دومین روز درگیری جنگنده‌های ایرانی بر فراز عراق ظاهر شدند. همزمان در زمین نیروهای مهاجم در 2 جبهه به خاک ایران حمله کردند، غرب و جنوب. ادوارد ترومادو سرباز ارمنی آن روزها را یادش هست و گاهی آلبوم خاطراتش را ورق می‌زند. گروهان ما که یک گروهان سوار زرهی بود تشکیل می‌شد از 32 نفر سرباز و درجدار و افسر که در اون شرایطی که جنگ شروع شد ما ساعت 1 شب اعزام شدیم به مرز در دشت زهاب، علارغم اینکه فرمانده گروهان ما مخالف این اعزام بود به دلیل اینکه میدونست ما نیروی کافی نداریم، سلاح و تجهیزات کافی هم نداشتیم. به نظر میرسد ایران غافلگیر شده بود. در همان روزهای اول قصر شیرین، سومار و مهران به دست عراقی ها افتاد و چند هفته بعد خرمشهر. و با ادامه همین روند است که در 3 ماه اول عراق هزاران کیلومتر از خاک ایران را می گیرد. گرچه انتظار عراقی ها بیشتر از این بود. یکی از مشکلات عراقی ها این بود که اهداف نظامی مشخصی نداشتند. اونها فقط میخواستند هر چقدر میشد پیشروی کنند و هر چقدر که میتونستند تصرف کنند و تقریبا نمیدونستند میخوان چقدر پیشروی کنند. اما بعد از 2 هفته چه اتفاقی افتاد؟ ایران به میز مذاکره برنگشت. البته ایران هم سعی در مقابله داشت. مدتی بعد از سقوط خرمشهر نیروی دریایی ایران به سکوهای نفتی البکر الامیه عراق حمله کرد. چند ماه بعد به تک و پاتک گذشت تا خون شهر شهر خونی آزاد شد. اما از این روز به بعد اوضاع تغییر می کند. بعضی ها گفتند باید جنگ را همینجا تمام کنیم، اما حرفشان پیش نرفت. حالا که ایران به هدف استراتژیک قبلیش یعنی پس گرفتن سرزمین هایی از دست رفته رسیده بود، حرف از استراتژی های تازه‌ای به پیش آمد. وقتی عراق از ایران بیرون رانده شد، تصمیم درباره ادامه جنگ تصمیمی بود که خمینی شخصا گرفته بود، البته با مشاوره هایی، با این هدف که صدام برکنار شود و ایران هم به بیت المقدس برود، در حالی که بقیه فکر می‌کردند بهتر بوده که ایران را به پایان جنگ تشویق کنند.
به گفته بسیاری اختلاف در بین فرماندهان جنگ هم از همین روزها آغاز شد. با گذشت زمان ایران تجهیزات نظامی بیشتری را از دست می دهد و در جامعه بین المللی هم منزوی تر می شود. اما ماشین نظامی عراق با کمک کشورهایی همچون شوروی سابق و فرانسه قدرت بیشتری می گیرد. ایران اما با استفاده از نیروهایش سعی می کند به برتری مقابل عراق برسد. برتری که آن را در مرحله‌ای با گذشتن از اروندرود به نمایش می گذارد. سمیر عبدالرحمن یکی از سربازان عراقی بوده که در سالهای آخر جنگ در جبهه حضور داشته. او بعد از ورود سربازان ایرانی به فاو به جنگ می رود. از نقاط مختلف کشور حتی از شمال نیروها آمده بودند تا در مقابل حمله ایران ایستادگی کنند. ما فاو را از دست داده بودیم و اگه درست دفاع نمی کردیم بصره را هم از دست می دادیم. جنگ به تدریج در برخی نقاط فرسایشی می شد. توان دو کشور را می گرفت. صدام هم در حال ریختن نقشه هایی برای بیرون راندن نیروهای ایران از عراق بود. نه ما مایل نیستیم جنگ طولانی بشه. ما مایلیم تا اگر امروز تمام بشه بهتر از فرداست فکر میکنیم. این حرف صحیحه. یعنی اگر 20 سال هم طول بکشه ما تا گرفتن حقمون مقاومت خواهیم کرد. خوشحالم نیستیم از این وضع. اما چاره هم نداریم فکر میکنیم راهمون منحصر به فرد. علامتی سهمتی میشنوید اعلام خطر یا وضعیت رمز است. محل کار خدا تر و به تنفع بروید. در سالهای آخر جنگ چهره دیگری به خود میگیرد. جنگ به شهرها کشیده میشود. در جبهه هم سربازان ایرانی هدف حملات شیمیایی قرار میگیرند. به نظر میرسد این حملات شمار داوطلبان رفتن به خط مقدم را در ایران کاهش داده بود. ایران بعد از چند عملیات ناموفق مجبور به ترک فاو شد و خیلی از نیروهایش را جا گذاشت. کشته ها و مفقود الاثرها را و به این ترتیب مواضع استراتژیکش را از دست داد. مشکلات اقتصادی هم کار تأمین امکانات برای نیروها را برای مقام‌های ایرانی سخت کرده بود. ایران آتش بس را به سه دلیل پذیرفت. اولا در 1986 همه پول‌ها تمام شده بود و در سال‌های بعد هم کمبود مالی جبران نشد. دوما آمریکا مستقیما وارد خلیج فارس شد و ناوهای آمریکایی برای حمایت از نفتکش‌های کویتی در منطقه حضور داشتند و در حقیقت نیروی دریایی آمریکا مستقیما به نیروی دریایی ایران حمله کرد و خمینی می‌دید چه اتفاقی می‌افتد و اگر آمریکا مستقیما وارد جنگ بشود ایران شکست می‌خورد. سوما با همه آن هیجان‌ها و اضطراب‌ها یکی از ناوها در جولای 1988 به هواپیمای غیر نظامی حمله کرد و همه اینها دلایل کافی را به خمینی داد که بگوید همه چیز دارد از دست می‌رود. پس باید جنگیدن را متوقف کرد. به این ترتیب آتشی که 8 سال زبانه می کشید با نوشیدن جام زهر خاموش شد. ایران قطعنامه 598 شورای امنیت را پذیرفت. حالا سالها از آن 2800 روز درگیری می گذرد. جای این سیم خاردارها همان جاست که قبل از شروع جنگ بود. اینجا نقطه صفر مرزی است. نعیمه نامجو، بی بی سی.